خب این تیکه رو فقط از وایس من بردار، این تیکه رو فقط از این میکروفون بردار. یادش میره چطوری یادت میره که داریم ضبط میکنیم؟ اینو میذارم مثل تمام چیزای دیگه که گذاشتم. خب صادقم. شما صدا ندارید؟ صدای بعدی داریم. پرساد یادم اینا یه مشکلی باشه. این تا شماردم یه دنه اونجاست. ریت سرد. آره خیلی صدا رو کم کن فرزا. صدا رو کم کن فرزا. یه سوال. نه دیگه. یه از کدوم میدونی کدوم ورود کدوم دخوله خودش کدوم خروج دیگه. چه باهوش. ماشاءالله. یه ذره گوشمو زیاد کن. مال شما رو زیاد کن. دور رو زیاد کن. خب سلام. نه خب نمیگه اصلا. هم بگو. چطورید؟ خسته نباشید. چرا اینقدر مستعصل و انگاز یه مدت نبودیم. نه اتفاق اومدیم که. اومده زود بره. بمونیم. لانگ ویکنده. شما چقدر برنامه دارید برای لانگ ویکند؟ وایس هم گوش دادی؟ بله بله گوش دادم. من وایسی نگرفتم. نه شخصی فرستاده بودم. البته اینجا داشتم. تو شخصی اینجا داشته باشیم درست نباشه. برنامه چیه برای لانگ ویکند؟ من هیچ استراحت. آیه خون از شهر بیرون نمیرید جایی؟ من یه ویسلر رفتم اومدم. شلوغ بود؟ نه خوشبخت من تایم خوبی رفتم. آره. موندی شبو؟ آره یه شب موندم. آره. عکس کوه فرتو فرستادم یه چشه رو به ابر راست. آها من فکر کردم مثلا همینجا اطرافشون زیاد داره از نه از اون حوضچه‌های چیز داشت. آره. دقت نکردم. دیروز اومدم برم کوریراک بسته بود میدونستی؟ خیلی وقت بسته. آخه من دیدم بسته است، یعنی تو اینترنت دیدم بسته است. بعد رفتم اینستاگرام. صدا تو نداریم ما. آره دیگه وقتی ما نداریم. چهار. برو. حرف بزن. نه نداریم. یه هفته نبودیم ما. چه کاری کرد؟ خاک گرفته. حالا بگو. بگو. کبوترینا دیگه این طرف ندارین دیگه نه؟ تا اونجا نیومدن هنوز بالا. ولی تو بالکن یه فضله دیدم. وای. تو این بازه‌ای که نبودیم یه فضله زدن. تو چه بازه‌ای؟ آها همون یه ماهی نه اون یه ماهی که خالی بوده. آها. از اون موقع. اینا چه گفتم؟ کوریراک دیدم خبرش زده بود بسته بود معلومم نیست کی باز میشه اینا. بعد رفتم اینستاگرام سرچ کردم دیدم ملت مثلا 3 روز پیش 2 روز پیش عکس گذاشتن. گفتم لابد بازه. ولی بسته بود. میرن خیلی آخه میرن عکس چه جوری بستن یعنی درش نرده بود. آره به غیر از اون مثلا گراس ماونتن هم اینجا میبنده دیگه توی زمستون از یه فصلی بعد دیگه بسته است به خاطر اینکه برفینا باشه نمیتونی بری ولی میرن خیلی ها. بعد میبرم من چه سوالی پیش اومد اینجا سالن ماساژ بازه. یه صحبت فقط اون تو بکن ببینیم صداش میاد نمیاد. دندون پزشکی بازه. خب نایت کلاب بازه کوه و بستن. نمیدونم چیه داستانش به خاطری که تو اونا پوله دیگه احتمالاً. دقیق فقط به خاطر پوله. بر رستوران مثلا تو دل هم دیگه میشه کوه رو میبندن. تو اونم همچین کم پول نیست یعنی برن بالا باید بیان پایین اون هزینه رو باید بدن. چه پس خود کوه هزینه نه نه ببخش کوری نه ولی گراس مانتینا نه کوری را کدارم ولی آره مثلا کلاب چرا بازه نایت کلاب بازه بعد کوه بسته است. بعد نایت کلاب به هدفشون میرسن یعنی میرن با فاصله اجتماعی مثلا چیکار میکنن؟ میشه یه بار دیگه برامون نشون بدی چیکار میکنن؟ دیدی که گفتن دستتو بگی بالا تو جی تی ای یا روی جوری میرخص همش. آره نرفتی جدیدن خیابون گرامیل و اینا اینقدر شلوغه شبا باورت نمیشه. آره. من واقعا میتونم بعد از دوران کرونا یه انفرادی راحت برم. عادت خیلی برد. عادت کردم به نه کامپیوتر رو ازت میگیرم ببینم نه دیگه مثلا این... برم مثلا پاولو اسکوباروار میرم. آره اونجوری ماهواره و زره ببینم من توی زندان بتونم دو تا آدم بارزون آره بردم. پاولو اسکوبار گفتید فیلم رو دیدین امریکن مید؟ نه یه شایدم دیدم جدیده تام کروز نه یه خلبانه برس واقعیت خلبانه آمریکایی بوده که به یه دلیلی میفرستنش اونجا عکس برداری بعد شروع میکنه با پابلو اسکوبار کوکائین آوردن تو آمریکا. آها آره آره دیدم تو سریالش که هست این هست چیز دیگه سیل
اسمش بری بری سیل بری بری بربری بری بری خب همه اینو پابلو اسکوبار آره نه اگه برم زندان دوست دارم این زندانایی که خیلی مجهزه برم دیگه حسین هدایتی وار نمیشه خب همینجا باش دیگه حالا بگو کسی همون دیگه نه منظورم اینه که تواناییشو دارم آره تواناییشو دارم با یه کامپیوتر چیز بود عربستان یه مدت یه سری از سران خیلی چیزو فرستاد یه هتل زندان بود اونا چی فامیلای ولیعهد بودن خانواده سلطنتی بودن هتل رو قفل کردن به اینا دادن زشت بود اصلا جای دیگه برن این همه روم اومده بودن تلاش هفته پیش در مورد چی صحبت کردیم دو هفته پیش در مورد یا هفته پیش اتفاق افتاد اسرائیل و نه صحبت نکردیم امارات نه نه صحبت نکردیم اتفاق جالبیه خیلی عجیبه لازم محمدرضا فروتن داری برای امروز من خواستم الان بگم گفتم بعدم بگیم نمیدونم چقدر واقعیت داره کسی وکیلشون صحبت کردیه نه وکنفورتشو من میگم رفت و برگشت چه خبرنگار گفت بعد تکسیب بذار برای بعد باش. آره ببخشید بریم سر اپیزود سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان‌های این برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرهاد و فرزادم با من سلام فرهاد توی این اصلا مثل این که توی خونشه که این اینترو رو یه جوری خراب بکنه ما رو به خنده بندازه از دور اشاره میکنه سه صفحه است کلی چیز این تو نوشتم پشت رو هم نوشتی بله انشا که ننوشتم که اینجا براتون رفتم موضوع در آوردم امروز اپیزود 241 ماست به قول خارجی ها میگن چی میگن first things first اپیزود پنجشنبه اون مصاحبه داریم با کوروش که در رابطه موسیقی و فعالیت های خودشونه صحبت میکنیم به نظرم خیلی اپیزود باحالی قرار بشه بعد از این قرار ضبط بکنیم اونو از دست ندید اون خیلی من براش اکسایتدم دوم این که ما تیشرتمون بالاخره درست شد بسلامت. و من به افراد مبارک. که برنده شدن مسیج دادم یه سریاشون جواب دادن یه سریاشون که توی یوتیوب بودن جواب ندادن اگر که میشنوید و برنده شدید و توی یوتیوب بودید یه مسیج توی اینستاگرام ما بدید لطفاً اکثرشون رو گرفتیم فکر کنم 3 یا 4 نفری که هنوز جواب ندادن بعد سوم این که هفته پیش نبودیم کجا بودیم چون خیلی بد گفتیم که نیستیم یهو چون آخر اپیزود شد دیگه خیلی گم بود آره خیلی گم بود و اینا رفتیم اسباب کشی و فکر کنم بعد از این 2-3 تا پروژه اسباب کشی دیگه هم بهمون خورد انقدر بهینه کار کردیم خیلی قوی بود به نظر من قوی ترین اسباب کشی تاریخ بشریت رو من تا یه هفته واسه همه تعریف کردم منم خیلی تعریف کردم لذت بردم شدی ما کیارو دیدی تو زندگی من یه هفته هیچ کیو ندیدم خیلی کوتاه و جمع جور بود اسباب کم بود اصلا دلم اسباب کشی می‌خواد دیگه ببین حالا این خیلی زندگی مینیمالیستی که کارون که خب خیلی کمک کرد به این قضیه آره خیلی راحت جمع شد و اینا و یه چیز دیگه که کمک کرد خودش واقعا دل به کار داده بود یه سری چیزا رو جمع کرده بود چقدر شده که ما رفتیم اسباب کشی مینو خونه هنوز انگار مثلا دیشب مهمونی بوده انقدر مرتب اونجا چیدن واسه همونطوری تکون نخورده کارون همه چی در آورده بود بسته‌بندی کرده بود و این خودش خیلی کمک کرد. اگه بعد 3 ساعت از خونه اول رفتیم خونه دوم تازه نیم ساعت از این 3 ساعت رو رفتیم شما رفتیم پول بگیرید آره آخه خیلی چیز بود ببین ما رفتیم دم یه بانک بعد رسیدیم که بریم اون تو پول بگیریم اینا فراد رفت دید که گفت نوشته 10 باز میکنه بعد هم مثلا 10 دقیقه مونده ما هر جای دیگه بخوایم بریم همینقدر طول میشه گفتم میشینیم 10 باز میکنه میریم میگیریم میاد دیگه رفتیم ساعت 10 شد ما یه ذره چرت و پرت گفتیم و اینا 10 شد رفت چیز رفت توی بانک گفت اصلا ATMشون کلا بسته است رو دور میزد برو نه یا بعد دیگه بعدش میریم یه سری ATM دیگه پیدا کنیم دیگه نمیدونستیم ATM هم میبنده کجا ATM 24 ساعته دارن معمولا ما همین فکر رو میکردیم ولی واقعا رکب خوردیم
خلاصه یه پروژه اعصاب کشی بهمون خورده بود که دیگه میگیریم پروژه میگیریم از این بعد. آره من توی توییترم نوشتم که گروه اعصاب کشی خودکست با بهترین تعرفه ها در خدمتتون هستیم، راحت میایم انجام میدیم میریم و اینا. خیلی از اون لبخندی که تو زده بودی ابراز انزجار کرده بودن. چرا؟ یه لبخند اینطوری که برده هامو ببینید. خود فرهاد فکر کنم گفت وایسا اونجا مثل کارفرما. اینه این سعی رفت تو پوستش، یعنی جوهرشو داشت. جوهره کارفرما بودنه داره. اینو فرهاد گفته بود که یه ذرهشو نقش بازی کرده و بعد میگفتن تنها کسی هم کار کرده فرزاره چون قیافش خسته است. آقا یک ساعت اونجا ما، ولی فان بود، یعنی خوش گذشت. ما پشت سرت هم حرف می‌زدیم وقتی که نبودی بالا بودی اینا. آره. مثلا میگفتیم این اینه ای کار. آره های آره. مهندس بود. آقای مهندس چقدر زندگی جمع و جوری داره. بعد دو سه تا فامیلا اونم می‌خواستیم بهت معرفی کنیم که ببری سر کار و اینا. ولی روز قوی بود. آره خوش گذشت. بعد شما چیز ندارین اضافه کنین از هفته پیش؟ شرفی، گفتمانی، چیزی که جا افتاده باشه؟ نه خیلی هم قوی تموم شد. اینم بگیم نهار خیلی خوبی خوردیم. با تو نهار خوردن یه ذره چندش آوره. ولی خب تو رفتی اتفاقای بدی افتاد. جدی؟ آره بذار نگیم اصلا. تیلیت درست کرد. تیلیت ناگهانی قلب ونکوور تیلیت کردن با آب و آب دوغ. من یه چیزی در مورد اون رستورانی که رفتیم، لیوانی که آورده بود یادتونه؟ حالت مسی شاید بود. روحی. نمیدونم حالا برای کرونا مناسب بود اون یا نه. به من که خیلی حال داد. دوغتون میخور. چون میگفتن رو فلزات مثلا خیلی میمونه. همه چی میمونه. وایرس. ولی یه جوری ایشون اینو گشته بود تو فریزر یخ زده بود. من گفتم مثل دامن دامر بود الان من بزنم به لبم. آره گفتم میچسب به زبونم. آره خلاص یه تیلیت زدیم توی قلب ونکوور. آره خوبم تمام شد. یک هفته به نظر خیلی بیشتر گذشته. همه اینو یعنی هفته پیش اتفاق افتاده. آره آره ببین حالا من در موردش صحبت میکنم. بذار اصلا بریم سر بحثمون چون در این مورد مربوطه. آره آره اول بگم که این موضوع چجوری به ذهن من رسید و اینا، بعد بریم سر اصل موضوع. هفته پیش که خودکست نداشتیم، من به جز اون کمکی که به کار میکردیم دیگه هیچ کاری نکردم. تقریبا رابطه‌مو با همه قطع کردم، جواب هیچ کس رو ندادم و اینا. نشسته بودم چون یه چند هفته خیلی عجیب بعد کاری داشتیم، پرفشار، که مثلا آخر هفته هم با میرفتیم سر کار، شبا تا دیر وقت کار میکردیم و اینا، که واقعا دیگه داشت ضربه میزد به استخونای من، دیگه واقعا خسته شده بودم. بعد تو همین حال و هوا بودم و اینا، اینستاگرام داشتم بالا پایین میکردم، رسیدم به یکی از این پیجایی که خیلی انگیزشیه. یه یورو 100% 3-4 تا از ارگانهاش باد کرده. اینقدر داد زده اینا که خیلی موفقن. نه اینا که خیلی میخواد تو رو موفق بکنه. اینایی که دیدی وقتی هم میخوان نصیحت بکنن صداشون عوض میشه دیگه، یه ذره بمتر میشه صدای. کروات داشت یاری همین الان پاشو. نه نه از اینا آفرین. این که اگر شکست خوردی پاشو ادامه بده، اگه نمیتونی پرواز کنی بدو، اگه نمیتونی بدوی راه برو، اگه نمیتونی راه برو بخند بمیر. فقط امروز رو به جلو برو و بمیر، ولی برو جلو. که من تو همه حال و هوا بودم، گفتم بابا پس استراحت چی؟ یعنی حالا شاید الان من به سنی رسیدم که واقعا به استراحت نیاز داریم. یعنی این یک هفته ای که ما خودکست نداشتیم و اینا، یه بار خیلی خوبی از رو دوشم برش، هم کار کم شده بود، هم خودکسته کم شده. تو طول هفته نگرنه اول موضوع در آوردن و ادیت و اینام نیستی، خیلی راحت هفته خوبی گذشت. بعد من داشتم همش به این فکر میکردم که ما بچه که بودیم همش این میگفتن که با تمام وجود تلاش بکن و اگه تلاش نکنی میمیری و خواب برادر مرگه. و اصلا این فشاری که گذاشتم پشت ما اصلا واقعا به قول خارجی uncalled for بود. اصلا نیاز نداشت که این اتفاق بیفته. بعد این فکر افتادم که ما چقدر به شخص خود من از بچگی تا همین الان بزرگسالی چرت و پرت شنیدم از اطرافیان دور و نزدیک به عنوان نصیحت،
که نه تنها کمکی نمیکنه، فامیلشو دیس کرد، حسرت هم میشه. نه نه اصلا فامیلارو نمیگم، همین خارجی ها، یعنی این پیجی که من دیدم خارجی بود، اینو دور و نزدیک بود. آره یعنی کسایی که اطرافیانمون هستن و میخوام به زور به ما یه نصیحتی بکنن، با اینکه اصلا من نمیخوام. اون یارو کیه وایساده یتخر تو چی دوست داره؟ پنج صبح برم توی آسانسور استوری بگیرم دارم میرم سر کار. حالا چیزی رش بنویس، اینم بگو چند درصد مردم خوابن تو بیداری؟ من دارم میرم سر کار. نه ولی نباید استراحت کنی پنج صبح، همون دیگه. یعنی حالا من خودم کسی که دارم حرف رو میزنم خیلی این کاری کردم، و این به رخ کشیدن این که من خیلی زندگیمو مثلا میدونم چی کار دارم میکنم خیلی اتفاق افتاده. من چقدر ساعت 6 صبح استوری میگرفتم تو آسانسور دارم میرم ورزش، میرفتی با علی ورزش، به درک خر اسفر و سامرین که داری میری ورزش که چی بشه، حالا به چی میرسی و اینا. چند تا آزمایش رو این پیده انجام شده که اصلا بفهمون چرا مردم شواف میکنن. نه نه شواف میکنن نه، نصیحت دوست دارن بقیه رو انجام بدن. آها نصیحت کنن، به قول شیرازی ها روری پس آدم ها رو نصیحت بکنن، یعنی چپ و راست آدم ها رو نصیحت بکنن، روری پس. و چه اتفاقی میفته بعد از اینکه اون نصیحت رو انجام میدن؟ با کلمه الفا که آشنا هستین، مثلا الفا میل. آها این گفت الفا که آشنا بچه هم گفتم کلمه جدیدیه. بله بله میخوای برای یه توضیح هم بده؟ میخواستم تو توضیح بدی در مورد شخصیت الفای گرگا، که گرگا هم الفا. آره این هایی هم که خیلی حالت مثلا چی میگن دوست دارن مدیر طور باشن، تو رأس همه امور باشن، نمیدونم حرفشون همیشه حرف اونا مثلا بره خرشون بره و نمیدونم. آره مثلا توی گروه دوستی ها مثلا یکی که یتخرتره بلندتر صحبت میکنه دوست داره تصمیم بگیره رو بهش میگن الفا میل. آره مثلا میگن شخصیت در جوه رو داری، یا مثلا اون لیدر اون گروه گرگا رو بهش میگن الفا، به خاطر اینکه همه دنبال کنن. آره دو اپیزود راجع گرگا حرف زدیم توضیح دادیم دقیقاً. آره میگن که یکی از نشانه های اصلی شخصیت، اینو روجین هم خیلی علاقه داره بهش، به چی الفا میل؟ آره این لفظ رو استفاده میکنه، دیس میکنه آدم های الفا. احتمالاً well deserved خودش میدونه. میگن که نشانه های اصلی شخصیت اینطور افراد اینه که فکر میکنن زندگی شما رو خیلی بهتر از خودتون میتونن انجام بدن و اداره کنن، و مشکلات شما که اصلا برای افراد معنی نداره، چون طرف بچه که بوده کوه رو میرفته بالا برسه مدرسه، این که مسخره است این که تو اتوبوس جاموندی. و همچنین این که بیشتر فکر میکنن که زندگی رو در واقع با یه دید صفر و یکی نگاه میکنن، اصلا براشون تجربیات تو و علایق تو اینا اصلا مهم نیست، من این زندگیم و هیچ فرقی هم نمیکنه. این نصیحت هم دارم به تو میکنم و بعد ادامه بدی. به چی داری میخندی؟ صفر و یکی که میشه اصلا به کارومن نگاه میکنم، بحث باینری اینا که میشه چشارو به کارون. و کلن میگن که خیلی غیر انعطاف پذیرن. تو عروسی ها دیدید اینا که میخونن آقای کازمی رو دوربین برد میکنن تو عروسی ها نیست، ای بی هم توی آخه الان دیگه چیز شده دیگه. آره قدیم نه همیشه میگن وایر بهتره. آره همیشه یه انگوشش اینجوریه، دوستانش که میشنون الانه گیج شدن که ما چی میگیم. آره اینجا ما با سیم میکروفون داشتیم، یه هفته نبودیم جمع شده رو هم. آره و میگن که خیلی شخصیت غیر انعطاف پذیری دارن نسبت به زندگی، یا خارجی یا انگلیسی بهش میگفت ریجیدن. فارسی شو ریجید غیر انعطاف پذیر دیگه، خیلی سخت. حالا فرهاد یه فارسی همه خشک مقدس اگه اشتباه نکنم، خشک مقدس انعطاف ناپذیر ریجید یعنی چه غری خشک. آره یه همچین چیزی میگفتم من. حالا قبل از اینکه جلوتر بریم یه چیز دیگه هم بگم، مثلا تو این اپیزود نمیخوام بگم که آره این مشکلات هست، ما این مشکلات از لحاظ فرهنگی داریم و چه میدونم فلان مشکل وجود داره، و ما اکثر کسایی که ما نصیحت میکنن معمولا پدر و مادر هستن و غالبا هم بر این باورن که دارن به زندگی ما کمک میکنن، و هیچ کس یا حداقل من دوستانم فکر کنم که هیچ کس از روی غرض نمیاد نصیحت اشتباه به آدم بده که زندگی تو بهتر بشه. هیچ کس این کارو نمیکنه. ولی
این که به اون نصیحت گوش کنیم یا نه و بعد بذار بهش فکر بکنیم. فکر می‌کنی آدم‌ها نصیحت اشتباه میدن از روی قصد و غرض؟ من الان فرصت دارم حرف بزنم. چون سوالی که پرسیده بودی تو اینستاگرام بهش فکر کرد. بگو یه بار یه سوالو تو الان پرسیدی؟ نه آخه خندیدی گفتم آدم‌ها با قصد و غرض به آدم‌ها نصیحت اشتباه نمیدن، تو خندیدی. نه نه کلا داشتم چیز می‌کردم گوشونم به حرفات، ولی حالا اون سوالا رو که پرسیده بودی الان من بگم. اونم می‌تونی. ولی من جواب سلیمان من دیدم مثالایی که بوده با برنامه‌ریزی و فکر و دوز و کلک نشستن مثلا به یه بابای بنده خدایی راهنمایی بد کرد یا نصیحت نابجا کرد. میگم من دوست دارم که همچین کاری، یعنی فکر کنم که وقتی این نفر میاد به نصیحت میکنه واقعا تعدلش اینطوری که این به این کمک میکنه، حالا بدون هیچ دانش قبلی داره این کارو میکنه. خوب میبود اگه همیشه همینطور، ولی من شخصا دیدم که اتفاق خیلی. شما چی؟ آره منم به نظرم اینطوری که هست موردایی که با قرض و اگه میخوای اون مثال رو جواب بدی بذار یه ذره بریم جلوتر. آره باش 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 میپرسم ازتون. کلا برای همین بیایم فاکتور بگیریم پدر و مادرمون رو از این معادله و به بقیه فکر کنیم، کسایی که اصلا نمیشناسیم، مثلا اون یتخری که توی اینستاگرام نشسته و اینجوری نشسته بود میگفتش که پاش شد شما بخز اگر که نمیتونی و اینا، و ببینیم که اونا نسبت به اونا چه جوری میتونیم عکس‌العمل نشون بدیم. یه ویژگی رفتاری دیگه این آدم ها دارن که فکر میکنن خیلی قابلن، مثلا ممکنه که باعث بشه، یعنی ممکنه که آدم های موفقی هم باشن توی اون رشته خودشون توی زندگی و به این هم 100% باور دارن که آره این نصیحتی که میکنم حتما به درد طرف میخوره. این چیزی که داشتم میگفتم این طرف حتما اگه این استفاده کنه 100% موفق میشه اینا، و به این باور دارن که تمام اگر که تمام تصمیمات دنیا رو میتونستن بگیرن خیلی دنیا گل و بلبل بود و تمام مشکلات دنیا از بین رفته بود و خیلی زندگی بهتری میتونستیم داشته باشیم. ولی یه نکته رو معمولا توی دیدگاهشون فراموش میکنن که و بهش توجه نمیکنن که بعضی وقتا آدم ها باید یه سری اشتباه رو خودشون انجام بدن تا بتونن یاد بگیرن. همیشه نباید با فشار بخوایم تجربه خودمون رو به بقیه تحمیل بکنیم. حالا منی هم که اینجا نشستم میگم خیلی وقتا درگیر موضوع میشم دیگه، میبینم یکی داره اشتباه کاری انجام میده، به نظر من داره اشتباه انجام میده، میخوام سریع بپرم وسط جلوشو بگیرم و به واسطه این شاید من خودم قبلا اشتباه کردم. و اینکه قبل از اینکه ادامه بدیم بریم سر مسئله شخصی خودمون، برو برو. حالا من معمولا از خودم شروع میکنم مثالا رو. نصیحتی که من رو خیلی اذیت کرده همین بود که گفتم که همیشه تلاش کن، استراحت برای آدم ضعیفه، تو همیشه باید تلاش کنی بری جلو، دیگه به غیر از این وقتی نداری، همیشه وقت برای تفریح هست، الان باید مثل خر کار کنی. و این به نظر من یه فرهنگیه که متاسفانه تو ما ایرانی‌ها جا افتاده و ما اصلاً به اون وقت استراحته هیچ ارزشی نمیدیم. یعنی اصلاً فکر می‌کنیم فرهنگ سخت کار کردن هم نداریم. ما حرفشو میزنیم که سخت کار کن، ولی در عمل همیشه شلیم. حالا ما ایرانی میگیم خیلی اینجوریان، ما از خودمون میگیم چون میدونی ما فقط اینو میشناسیم. نه آخه حالا من شخصا اینطوری فکر میکنم انقدر فشاره که و اصلا وقت تفریح برای خودمون نمیذاریم که داریم از اون کاری که باید بکنیم میزنیم. یعنی من فکر میکنم مثال معروفش هست دیگه، میگن خارجی ها فکرشون تو کاره، ایرانی ها چیشون تو کاره، ما جای دیگر کار دیگر. آره این میدونن دیگه اونایی که شنیدم. بعدم برای من بعد از ضبط میشه دوست. نه الان میگم، میگن که خارجی ها فکرشون تو کار اونجاشون تو اونجاست، ما ایرانی ها اونجامون تو کار فکرمون تو اونجا. آره فهمیدم چی شد. و حالا من به نظرم یکی از دلایل اصلیش اینه که ما اصلا چون وقتی برای استراحت نمیذاریم و فقط همینطوری داریم فکر میکنیم که باید کار کنیم بریم جلو، از اون کاره میزنیم. موقعی که باید کار بکنیم آدم یه ذره شل وا میده. یه دلیل دیگه من میگم، چون وقتی که پاداش، حالا پاداش مالی منظور نیست، پاداش معنوی مالی، هفته پیشم داشت، آره، دو هفته پیشم، دو هفته پیش راجع به صحبت کردی، به تناسب میزان تلاش تو پخش نشه بین آدما، این قضیه به وجود میاد. یعنی طرف میگه که خب حالا من الان اینقدر کار کنم یا دو برابر این کار کنم، خب شرایط یکسانه، آخرش مثلا پاداش میرسه به اونی که فامیل مدیره. خب این باعث میشه که خب انگیزه شو از دست بده، کارا رو انجام نده.
در صورت اگه پاداش واقعا به تناسب شایستگی انسان‌ها پخش بشه، نه به واسطه حالا ضابطه‌ای که دارن با جاهای دیگه، خب آدم مسلما تلاش میکنه که شرایط بهتری برای خودش ایجاد کنه. اینم به نظر من یکی از دلایلیه که خب اونم همیشه تو، یعنی تو ایران، یعنی میخوام اینطوری بگم که تو ایران فقط اینطوری نیست، همه جای دنیا اتفاق میفته، یعنی همه جای دنیا میتونه پارتی بازی وجود داشته باشه. همینجا هم ما دیدیم کسایی که رفتن سر کار ولی خب واقعا کارا رو بلد نیستن، فقط به واسطه همه جا بس ایران نیست. میگم ما حالا چون ایرانیم داریم از خودمون مثال میزنیم، ولی این قضیه رو همه جا دیدیم به حالا شکلای مختلف. توی دیگه بابا کابینه ریاست جمهوری آمریکا طرف دخترش و دامادش رو همینطوری میذاره تو پستایی که هیچ گونه اطلاعاتی راجعش ندارم. همه جا این اتفاق داره میافته، ولی در صورت وقتی آدم مدام ببینه که پاداش به تناسب شایستگیش پخش نمیشه، انگیزش کم میشه دیگه، تلاش نمیکنه. شما میخوای مثالای خودتون رو بزنی؟ تو میخواستی سری مثال بزنی الان جا. آره اون رو میدم دست شما. من چیزی که برام خیلی جالب بود، رفتم اون موقع که میشد رفت آمریکا، رفتم آمریکا بعد به یه آدم سمبالایی داشتم صحبت میکردم، مثلا از اقوام بود، بعد این مدلی که با من حرف میزد، خودش هم آدم حسابی بود و اینا، خیلی برام جالب بود. صحبت که میکرد مثلا راجع به یه موضوعی که میخواست صحبت کنه، اینجوری میکرد، میگفتش که من نمیدونم تو به این باور داری یا نه، من نظرم اینه، تو اگه مثلا نظر تو اینیست مخالفت کن. تمام جمله هاشو اینجوری شروع میکرد، میگفتش که من نمیدونم تو به چی باور داری، نظر تو چیه، ولی من نظرم اینه. خب این خیلی برای من جالب و عجیب بود. من این ماله 4 سال پیشه دیگه، مثلا من 24 سالم بود، خیلی برام جالب بود، تازه من از ایران اومده بودم. بعد ناخودآگاه داشتم مقایسه میکردم با حالا دیالوگای مشابهی که شما ممکنه تو ایران با یه آدم سمبالا داشته باشی، ایشون مثلا 70-80 سالش بود، دیالوگ مشابه داشته باشی، طرف قطعا از یه موضوعی با تو صحبت میکنه که 100% حرف اون درسته و تو گاوی اصلا. آره تو که نمیدونی اصلا در حد من نیست. آره منم تو سن تو بودم هیچی نمیفهمیدم مثل تو. آره خیلی برای من جالب بود، من اینو همه جا تعریف کردم که بابا چقدر فرهنگ ممکنه فرق کنه. اون آدم اون همه سن داشت، اون همه تجربه داشت، با منی که حالا اصلا از یه کشور دیگه هم اومده بودم، داشت با من اینجوری صحبت میکرد، میگفت من نمیدونم نظر تو چیه، نظر من اینه. خیلی برای من جالب بود. خب حالا جواب سوال ایمان، نصیحتی منو کلن که من نظرم راجع به نصیحت اول بگم، نه نصیحت بکنید خودتون، نه بذارید کسی نصیحتتون کنه. این نظر شخصی منه. نصیحت کلن کار بیهودهیه و از بیخوبان باید حذف بشه. خب ورژن خوبش چیه؟ خودت میری نصیحت بگیری، یعنی خودت میری میپرسی. نظر با نصیحت فرق داره. این که مثلا من یه کاری میخوام انجام بدم، زنگ میزنم ایمان، فرهاد، فرزاد، من نظرم اینه، شما نظرتون چیه؟ این فرق داره با این که مثلا من یه روز شال و کلاه کنم برم بشینم مثلا ایمان جو من میخوام تو رو نصیحت کنم، این اصلا کار بیهوده یه. چرا مدتی بوده میخواستیم صحبت با شما بکنیم مثلا. آره چرا؟ به خاطر اینکه ببین، شما هر آدمی یه مسیر رو زندگی کرده، توی اون مسیری که زندگی کرده یه سری تجارب داره. خب تو تنها زمانی میتونی یک نفر دیگر رو نصیحت کنی توی یه موضوع خاص که عیناً اون مسیری که اون طرف داره میره رو تو رفته باشی و نسخه‌ای که تو صادر میکنی عیناً تو زندگی اون قابل اجرا باشه، که هیچ وقت این اتفاق نمیفته. چون آدم ها استعدادهای مختلفی دارن، تجارب مختلفی دارن، نوعهای مختلفی کار کردن، خانواده مختلف، اصلا امکان نداره چیزی که من تجربه کردم بتونم به فرهاد بگم اینم انجام بده همون نتیجه رو بگیره. من میتونم نظر خودم رو بگم، میتونم بگم من این کار رو کردم، این تجربه من، ولی این که بری بشینی طرف رو نصیحت کنی، این به نظر من اصلا بیهوده است. خودتون هیچ وقت این کارو نکنید. اگه همسن و سال ما هستید با هیچ کس جوان‌تر از خودتون نکنید. اگه یه بزرگترم نصیحتتون کرد، من اینجا بهتون میگم گوش بدید، فقط به خاطر احترام گوش بدید، ولی دلیلی نداره شما انجام بده. شما بعداً میتونید بشینید با فکر خودتون سبک سنگین کنید، تحلیل کنید، اگه دیدی حرفی که میزنه چیزی به زندگی تو میتونه اضافه کنه، خب آره چرا که نه، ولی اگه نامربوطه دلیلی نداره. این فرهنگ ما اشتباهی که نم به بزرگتر باید احترام بذاریم. بله باید احترام بذاریم، نه باید بی احترامی کرد، ولی این که حرفی که میزنن را تو بری انجام بدی، این احترام گذاشتن نیست، این کنترل زندگی خودت رو دادن دست یه آدم دیگه است که اون آدم دیگه لزوما زندگی خوبی نداشت. خب اینو اول بگم، این
اون تازه پیش درآمدش بود. آره این رابطه من با نصیحت من فقط یه مثال می‌خواستم یه کوچولو بگم. یه مادر بزرگی که از دوستان بود که خیلی سن زیادی هم داشتن، ایشون یه نصیحت کرده بودن نوه‌شون رو که مثلا خیلی نصیحت خوبیه. گفته بودن هر کی نصیحتت کرد بگو چشم نکردی هم نکردی. آفرین. درود به اون مادر بزرگ. آره خیلی منطقی بوده. گفت بگو چشم نکردی هم نکردی. این رابطه من با نصیحت. نصیحت نکنید، نذاریدم نصیحت بشید. به هیچ دردتون نمیخوره. نظر بشنوید، نظر فرق داره من است. چیزی که حالا من اذیت میکنه اینا که بیرون گود میشینن میگن لنگش کن. خب براتون مثال میزنم. طرف درس نخونده. خب ولی بچه‌ش رو نصیحت میکنه که نه تو باید، طرف مثلا دبیرستانه، مدرک درس دیپلم. بچه‌ش رو، بچه خواهرش رو، بچه برادرش رو نصیحت میکنه نه شما باید اینجوری درس بخونی که موفق شی. آخه من چجوری میتونم کاری که خودم نتونستم و انجام ندادم رو به بقیه توصیه کنم انجام بدم؟ میدونی که من اون موقع 7 خواهر داشتم، 8 برادر آفره. داشتم، خرجی اونا رو میدادم. نتونستم برم. طرف رابطه خوبی نداره ولی بقیه رو مثلا نصیحت میکنه که ازدواج کنید. خب اینا به من مثلا میگن سن ما که از یه عددی رد شد یه سری دور و بر فشار میآوردن، یه زمزمه های ایجاد شد که فلان. من میگم آقا شما یک نفر یکی رو نشون بدید که رابطه طلایی داشته باشه، موفق بوده باشه، اون آدم شاید بتونه اظهار نظر کنه. ولی کسی که توی رابطه خودش مونده، کسی که رابطه درست حسابی نداره، نمیتونه تجویز کنه برای بقیه. میتونه بگه من این کارو کردم به این دلیل، هرچی تجربه شخص خودشه، اون اصلا بحثی نیست. ولی اینکه تو بیا اینو برای یکی دیگه تجویز کنی کاری که خودت نکردی، این اصلا دیگه این تباهه، این باطله. یه مثال که بیرون گود بشینی بگی لنگش کن. یه مثال مربوط به کارم زنم باحال. من یکی میخوام بزنم. ما ایران که دبیرستان میرفتیم یک دو سه تا از بچه‌ها بودن که یکیشون اصلا هیچ نوع رابطه‌ای نداشت ولی نسبتاً بهترین کاندید بود، بهترین مشاوره ها رو به بچه های دیگه میداد تو در رابطه با روابطشون که چیکار بکنن و از چه الفاظ استفاده بکنن. مخزن بوده. آره. یکی دیگه هم بود که اونم خب چیز بود، عذاب اغلی بود ایشون هم و عذاب اغلی عذاب اغلی و به بچه های دیگه که حالا تو رابطه بودن اینا، برای اینا نامه عاشقونه می نوشت از طرف اونا. این دوتا خیلی کاراکتر مکملی بودن و خیلی معروف بودن، جفتشون هم مجرد بودن. یعنی میگم حالا نام عاشقانه رو ما هم داشتیم. این یه تموم شد. آره هم این وله کوچیک. یه نصیحت دیگه هم که میکنن، میگم بچه رو بیارید خدا خودش روزی رسونه. حالا این الان این چه دیگه از دامنگیر ما اصلا. اینم خیلی کفری میشم من. کجا؟ نه اینا که مشکلم دارن، بچه زندگی شیرین میکنه. غلط کرد بچه، شما آینده بچه رو خراب کردید. من یه چیزی راجع به مشاوره بگم، مثال گاوو براتون زدم. حالا اینم بزن مثال گاوو. زدم تو پادکست گفتم یا نه؟ من برام نیست، نمیدونم. بگو. ما سوم دبیرستان که بودیم یه بچه‌ها چونشون گرم شد. یه معلم حسابان داشتیم، آقای میرزاپور، هر جا هستی درود بر شما. شما پایه ریاضی ما رو بسیار قوی کردی و خیلی هم آدم بامزه بود، سر کلاسش عجیب خوش می‌گذشت. خب یه آدم شمالی وزنه برداری نبود، هیکل اینجوری خیلی باحال، چه قرار بود بدن خیلی باحال، بعد چش رنگی خوشتیپ، دلمون خواست اینجوری داره میکرس. بعد این آدم متأهلن یا مجرد متأهل؟ این آدم شوخ عجیب. خب شوخ سگ، یه سری از شوخیاشی که اصلا نمیشه گفت. بعد ما یه مشاوری داشتیم، ایشون دیگه مشاور دیگه، یعنی خیلی کار خاصی انجام نمیدادن. کنکور و اینا که میومدن تو مدرسه مشاوره. آره میدادن. مثلا از اون چیزا. و بعد اینه یه چند بار اومد مثلا در اتاق یه ورقی داد و یه چیزی گفت. ما هم میدونستیم آقای میرزاپور با این مشاوره ما خیلی خوب نیست. یه بار ایشون اومدن یه سری ورقه کپی کرده بودن، مثلا چون مشق شب بود چون یه چیزی آوردن دادن دم در. این آقای میرزاپور این ورقه ها رو گرفت گذاشت روی میز. گفت بچه‌ها یه گاوداری بود، این گاوداری یه عالمه گاو ماده داشت. بعد میدونی تو گاوداری‌ها ظاهرن یه عالمه گاو ماده از یکی دوتا گاو نره که مثلا با اینا جفتگیری میکنن. اینا با یه فنسی از هم دیگه جدا میشن. واسه روحیه گاوداری هم نیاز هستن. آره اینا رو دیگه فرهاد بهتر میدونه. خب بعد این گاوا از هم دیگه جدا بودن. بعد یه روز دیگه اینا خیلی فشار بهشون میاد.
میزنه بالا میزنه بالا. این گاوای ماده شیر میکنن گاوه نره رو که بیا بپر از روی فنس، بیا سمت ما، بیا کارت داریم، بیا خودشلو بیا. آره بیا این ور مثلا ما یه ترتیبتو بدیم، خب یه حالی عجازی بهت بدیم. این گاوه ما... گاوه نرم میگه که خب من میتونم بپرم دیگه، میره دورخیز میکنه با یه سرعتی میاد از این بالای فنس بپره که بره اونجا ترتیب همه رو بده گاوای ماده هم که تشویقش کردن اینا. آماده اصلا این بیچاره دم و دستگاش میگیره به اون سیم خاردارای اون بالا کنده میشه. بعد این گاوه نره اینجوری میکنه که من که دیگه کارایی ندارم دیگه، برگردم یعنی از اون بر بپرم این بر. بعد گاوای ماده از پایین نگاه میکنم بهش میگن نه اشکال نداره بیا به ما مشاوره بده. خب اینو این معلم حسابان ما وقتی که کلاس آقای مشاور اینو داد و رفت، مشاور داد رفت، این درجه ورقه رو گذاشت روی میز، داستان رو تعریف کرد. از اون به بعد من اصلا داستان مشاور رو که میشنوم یاد این موضوع میافتم. یعنی طرف خودش دیگه کاری رو نتونسته انجام، نمیتونسته انجام بده، خودش هم می‌خواسته برگرده اون ور، ولی گاوای ماده بهش میگن که حالا بیا به ما مشاوره بده با اینکه کنده شده، ولی بیا. آره وای اینم از داستان گاو. حالا به مشاوره بر نخوره. شما چی، شما نصیحتی داشتی به غیر از اینکه دیگه الان وقت نینی آوردن که این مدت خیلی زیاد شده اصلا عجیب باش برکت میاد. آره خدا خودش روزی بعد اصلا یه جنگیه که میدونی تهش بازنده یا با این افراد حرف میزنی، چون که دلایلی که میارن و اینا بعد ببخشید دیگه دیر شده تا الانم. بله آره اون که دیگه هیچ شب اجاقت کوره مادر شبکه یک یه سریال زهرا نشون میداد اجاق کور. خب یه مردی بوده چه آره چند تا زن میگرفت بچهشون نمیشه اجاق کور. چه فرهنگیه ما چی برنامه کودک نمیدید و شبکه یک سریال اجاق کور من یه دونه چیز که از وقتی که ما داشتیم بریم کانادا تا همین امروز خیلی اذیتم میکنه این بود که موقعی که میخواستیم بیایم میگفتن آخ داری میری مواظب باش این ایرانی ها رو حواست باشی، از هر چی ایرانی دوری کن. میمدن صحبت میکردن از تجاربشون میگفتن، خب خیلیش هم درست بود، ولی این به صورت کلی گفتنه و همه رو با یه چشم دیدنه رو من اوایل، خب من بچه هم بودم دیگه، یعنی جوان بودم، یه مدت تاثیر گذاشته بود. یعنی من رو به حسب اون چیز احترام گذاشتنه به بزرگترا و این که آره مثلا تجربه دارن و اینا، گفتم او حتما این حرف درسته، اصلا ایرانی میدیدم با یه گارد عجیبی و ایرانی دور شو و اینا. هنوزم آره دیگه آره به اشتباه برو اصلا انگار همه چیز دون پاشیدن که آره ما رو بیچاره کنن، اپونی کشیدن. آره. خب هنوزم میبینم میشنوم مثلا اینجا مثلا تازه وارد میاد همه دور و بری ها میشینن با شرف میزنن خب مثلا پول تو دست ایرانی نده حواست باشه فلان اینا. این مثالی بوده که خیلی همیشه رو اعصاب من رفته و بعدش بهت ثابت شده یا نشده؟ خب ببین همیشه آره بهم که ثابت شده که دوستان بعد هست، ولی همیشه خوب و بد هست. آره نمیتونی این خیلی مهمه یه حرف قطعی بزنی و یه نسخه بپیچی واسه همه. دقیقاً حالا ما هم تقریباً همینطوری بود، حتی ما فکر کنم جریانشو گفتم، ما اومده بودیم کانادا فکر کنم یه ماه بعد دو ماه بعد خونه ما رو دزد زد و اینطوری بود، همینطوری که 100% چیزه فامیله آشناست. آشنا ندارم تو من چون میدونست میدونی که چرا، چون میدونن کجا قایم کرد. آره اصلا نصیحت ها رو چیز قفلا رو نشکندن. آره آره دقیقا همینطوری بود که آشناست، زمان رفت آمدن بلد بود. یکی نیست بگه آقا این چه حرفی اصلا تو میزنی، یعنی چی آشناست، آقا آشنا میاد دزدی کنه خونه ما. و خب دقیقا همینطوریه دیگه، همینطوری همینی که میگی. من نصیحتی که حالا مثل فرهاد از همون موقعی که اومدیم کانادا و کوچیکم بودیم تو ذهنمون بود، همه میگفتن این بود که حالا که این موقعیتی که در اختیارتون خوب استفاده اومده کنی. آره خوب استفاده کنید و قانع نباشید به لیسانس مثلا برید تا دکتر، دو تا دکتر رو اصلا بگید. بعد آخه مثلا حالا تو 14 سالته، اصلا مثلا تا
تازه یه اکانت فیسبوک ما ساخته بودیم اون موقع. بعد بعد تا با همین امروز هم مثلا گفته میشه که آقا مثلا کمت اصلا مثلا لیسانس که دیده نمیشه برنامه چیزی نیست مثلا خاک تو سر که لیسانس هنوز صفر میگن به ما دکتر بر از اینکه ما بریم دکتر شیم. بعد آره بعد یه تناقضیه دیگه، مثلا میری تو دانشگاه همون مشاورای دانشگاه بهت میگن آقا اگه میخوای بری مسترم بخونی واقعا نیازشو حس کن و برو، نه اینکه برم حیفه. بعد مثلا میای اینور کامل همه میگن حیفه الان هم جوونی میگن دین داری نسبت به هم بازیات و همسنا توی ایران، تازه تو پسر فلانی دکترا داره، خاک بر سر تو اون چی کم داری. و مثلا واقعیتش حالا اینا اینجا واقعیتش اینه تا کوچیکی اینا و مثلا اینطوری نیست که کارون الان میگفت که بشینید بگید چشم فکر نکنید، اون موقعی که مثلا هنوز صفر نیستی که مثلا بگی اوکی حالا اصلا حرف یارو تو ذهنت رو چیز میکنه مثلا میدونی خوب نیست. بعد تأثیر داره دیگه، تأثیر میگن داره. آب تو سنگ نفوذ میکنه قچه قچه بچگه اینا بچگه هی بکنن تو مغزه، تو فکر میکنی دیگه من برم دوتا دکتره رو بگیرم بعد میبینی مثلا خبری نیست، فکر میکنی که همون دیگه. من همینو میگم، من مثلا موقعی که هیچ کاری نمی کنم به خاطر که بچگی به ما گفتم برو چه میدونم استراحت برادر مرگ و فلان و اینا، من دو دقیقه که میشینم اصلا احساس گناه میکنم، چون که خب من که دارم وقت تلف میکنم باید برم بخزم و خیلی خود دو دقیقه سینه خیز نفتشم برم بخزم فلان کار انجام برصد که طبق اعداد و ارقام همیشه تعادل داشتن خیلی مهم. اون کسی که شنونده ها بشنبیم زندگیش تعادل داره، آره خیلی زندگی بهتر و موفق تری داره. دقیقا تفریح جای خود، کارم جای خود. اول بگم که چقدر دل مردم پره، یعنی من این سوالو پرسیدم یکی از بیشترین جوابا رو گرفتیم، دل خودمونم که ماشاءالله واقعا پر بود از این نصیحتایی که شده. دنیا برام گفته که مادر جون زود ازدواج کن، نصیحتی که به ایشون میشه. هومرا گفته بود خودتو ناراحت نکن، اینا مثلا بهش میگن که هر موقع اتفاق بدی میفته بهش میگن خودتو ناراحت نکن. آره بعد ناراحتی آدم میره. آره بعد A Cup of Tea پادکست نوشته بودش که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، اینم ما زیاد شنیدیم. آره آره. اینم اصلا یه مثالیه که همه جا میزنن و هیچ ربطی هم نداره، غلط هم هست جا به جا که نبود. بعد چی فراد چی گفت؟ جا به جا که نبود و جا به جا که نست. این نشیدم اینو من، یعنی بعضی وقت همین حرف، همین مثالی که ایمان زد یه استایل دیگه شه، عربیشه. عربیشه جا به جا جابجا کن نبود و جابجا کن است. این درست میگیم یا کن نبود و اوکی. الی گفته که به نظر من، که الی گفته که به نظر من خیلی دردناکه این چیزی که الی گفته، این که بلند پرواز نباش، انقدر تلاش نکن تاش میخوای ازدواج کنی. وای وای وحشتناک. گوش ندید، من هم اول گفتم گوش ندید. دیو نوشته بهش که گیم وقت تو تلف میکنه، بچگی بهش گفتن. سحر گفته که برو سکس کن، اینو بهش میگن، نمیدونم چرا و کیان که آها اینو میشه فهمید، این احتمالا مثلا ایشون رابطه نداشتن بعد دوستای دورو برش میگن میگن برو سکس. اینو چند نفر گفته بودن که جالبه، گفته بودن که اینقدر چای بر خودت نریز چشات ضعیف میشه. از همین لفظ چای استفاده کرد؟ نه تبدیل شد آخه خوب اینه ترید مارکش کنی. چی بگم؟ اینو میگفتن، اینو تو مدارس همیشه میگفتن. آره کمردر نه چش ضعیف میشه، کور میشه دیگه. یکی بود سالها عینک میزد بعدم کور شد. همیشه تو بازاره اسما یکی دو سه تا بودن رد میشدن میگفتن اینو بوده. بعد داود نوشته که تا جوونی تا میتونی کار کن، همیشه وقت برای تفریح هست. اینم که زیاد چه مثل شما بودن پس. گفته بود چرا رفتی هنرستان، میومدی ریاضی فیزیک در کنارش هنرت هم انجام بدی. این اون چیز پیچ خارجی هست در کنارش انجام بدی، قشنگه این ایران. آره در کنارش اینم یاد بگیر انجام. و یکی دیگه هم نشسته بودش که ما به تو اطمینان داریم ولی جامعه گرگه. آره برای همه میتونیم توی تمام زندگی دست ببریم، میتونیم برای تصمیم بگیریم. آره
این هم زیاد شنیدیم نه؟ این که تو خوبی ولی جامعه گریه. این هم داشتی میگه با حال بود ادامه میدادیم بیشتر بگو برامون دیگه. ننوشت ده تا نوشتم دیگه، خواستم همه رو بنویسم. میخوایم دل همه بخونیم پوره. میشه میخوایم چند تا دیگه بخونم؟ آره باشه، اگه اینطوری دوست دارید که نظرات قشنگ شنیدم خوبه. جالب بود حرفایی که زده بودن. حالا من چجوری منم چشمای خیلی ضعیفی دارم، یعنی داشتم از بچه شما چای زیاد دختیارم همیشه خوبم دم نکشیده بود اصلا چایتون. مثلا گفته که وقتی مشکلی هست میگن توکل کن به خدا خودش درست میشه، به جای اینکه بگن تلاش کن راه حل پیدا کنی از این ستون به اون ستون فرجه. آقا نیست. گفت فریناز گفته که آدم باید حرف بزرگترشو گوش بده. اینم که ما امروز بازگشو توضیح دادم چیکار کنید. بعد یکی دیگه گفته بودش که کمتر غذا بخور پریودت منظم میشه. همچین چیزی نوشتن. بذار من این خاطر فکرم گفتم چندین بار این خاطر رو ولی بازم میگم. ما اوایل که رفته بودیم استرالیا یه قصابی بود که ایشون ایرانی بودن نزدیک خونه ما، بعد پدر من رفته بودن ازشون گوشت بگیرن و اونجا منتظر بودن که این طرف قات کنه اینا. یه ایرانی دیگه میاد که ازشون گوشت کباب کوبیده بگیره و بهش میگه که قربان من ناراحتی قلبی دارم، گوشت کم چربی میخوام. بعد ایشوش گفت نه یه آبلیمو بعدش بخور درست میشه. آره بابای من گفت او شما نمیتونی ادوایس پزشکی بدی اینجا که طرف وقتی به شما میگه آره میگه که من مشکل قلبی دارم و فلان و این حرفا، به حرفش گوش بدی؟ یعنی چی آبلیمو روش بخور درست میشه میشوره میبره. حالا تو همین کاتگوری یکی گفته وسط غذا آب نخور، اینم میگن که همیشه اینم من انجام میدادم، من نمیخوردم. این برای معده یه وقتایی درسته اونا که مشکل معده دارن چون حجم معده زیاد میشه اسید زیاد ترشح میکنه. البته حالا این مثال اینا رو آدم میبینه یعنی میشنوه اینا بعد یکم چیز میشه دیگه، آدم هی وسواس میگیره که آیا اصلا دیگه آدم هیچی نگه به اطرافیانش، یعنی نظر نده، آیا نظر نصیحت. ولی خوبه که به آدم بهش فکر کنه دیگه، الان اینی که داره میگه واقعا نیاز طرف میخواد اینو بشنوه نمیخواد بشنوه، چه کاربرد داره نداره. فرموده بودن که سعی کن بهش فکر نکنی، اگه مشکلی هست باید خودش درست میشه. نشته که بابا میگه از ایران نرو بمون به مملکتت خدمت کن، حرف منطقیه. بعد دیگه خدایا این که میگن قناعت کن زیاد تلاش نکن، درس تو ادامه بده، شما گفته بودین زودتر ازدواج کن و اینا هم هست که دیگه بزنیم کنم. این هم از یه سری از نصیحت هایی که شنونده ها بهشون میشد و در موردش با اون صحبت کردن. چند تا آزمایش اومدن انجام دادن که حالا یکم درمش توضیح میدم در مورد اینکه چرا آدم ها دوست دارن نصیحت بکنن. چیزی که متوجه شدن اینه که آدم ها بعد از نصیحت کردن احساس قدرت میکنن و یه ناامنی فکری یا اینسیکیوریتی دارن که اینو ازشون دور میکنه وقتی شروع میکنن به مردم نصیحت کردن. احساس مفید بودن مثلا میکنه، احساس قدرت میگفت، حالا قدرت توی یه رابطه، مثلا من از تو برترم به خاطر که من بیشتر میدونم. چیزی میدونم. آره. از یه سری آدم خواستن که در مورد یک دفعه‌ای که داشتن به یکی نصیحت می‌کردن یا موقعی که داشتن فقط یه کانورسیشن یه گفتگو معمولی داشتن با یه نفر فکر کنن و به یه سری سوال جواب بدن و دیدن که اونایی که نصیحت کرده بودن توی اون گفتگویی که داشتن به صورت میانگین احساس قدرتی که بعد از اون نصیحت داشتن به مراتب بالاتر بوده. یعنی تو احساس می‌کنی آدم مفیدتری هستی، احساس می‌کنی از اون کسی که داری بهش نصیحت می‌کنی خیلی زندگی بهتری داری، احساس میکنی که بیشتر توی کنترل هستی تا کسی که داری بهش در واقع نصیحت میکنی. دو تا آزمایش دیگه انجام شده در مورد که آدما وقتی میخوان احساس قدرت کنن و جلو بیفتن اصلا به صورت غریزی مردم رو نصیحت میکنن، اصلا طرف نصیحت هم نمیخواد ولی چیز میکنن، بهشون میگن که شروع میکنن همینطوری یه صحبتی که میشه تجربه خودشونو گفتن و به طرف میگن که این کار درسته که باید انجام بدی. در آخرم
اومدن بهشون گفتن که برید فلان جا به صورت آنلاین مردم رو نصیحت بکنید. و میرن یه سری سیچویشن بهشون دادن، اینا شروع کردن مردم رو نصیحت کردن و بهشون گفتن که این نصیحت که کردین مثلا این شخص این کارو انجام داده یا انجام نداده. اونایی که انجام دادن کارشون رو به مراتب احساس قدرت بیشتری کردن. اونایی که کار رو طرف نصیحت رو انجام نداده از قبل از نصیحت هم احساس قدرتشون اومده پایین‌تر. یعنی همین که ما بدونیم که یه نفر به حرف ما گوش داده میتونه برای خود ما احساس بهتری در واقع به وجود بیاره، ولی خب اصلا ما به اون ورش فکر نمی کنیم که میتونیم چه در واقع حالت بدی و برای اون طرف که داریم بهش نصیحت میکنیم براش به وجود بیاریم. حالا تو زندگی خودمون چی؟ ما خودمونم میتونیم بیفتیم تو این تله که فکر کنیم داریم به یکی کمک میکنیم، داریم بهش نصیحت درست انجام میدیم، ولی شاید اصلا اینطوری نباشه و باعث میشه اون شخص مقابل همش فکر کنه که ما ازش برتریم و اون از ما کمتره. یعنی اون همیشه احساس میکنه که توی این رابطه متقابلی که وجود داره ماها با هم دیگه یکسان نیستیم. مایی که داریم نصیحت میکنیم همش یه نگاه از بالا به پایین داریم که من میدونم ولی تو گاوی نمیفهمی مثلا این چیزا رو باید انجام بدی. اینو من من خودم این کارو کردم. خب من یادم به یکی از دوستان بود، به نظر من مثلا یه مسیری رو باید پیش میگرفت که خیلی هم به نظر من درست بود و من خیلی پافشاری کردم و سعی کردم اون کار رو انجام بده. طوری قضیه کاری و درسی درست. طور بود و مدت زیادی من این پافشاری رو کردم، ولی از یه جا به بعد حالا خودش هم به من این مفهوم رسون که من دارم تاثیر بدی روش میذارم. دقیقا همین حرفی که ایمان زد، من اصلا اعتماد به نفس اون رو گرفته بودم، اون هر کاری هم که میخواست بکنه حس میکرد چون اون کاری که داره میکنه اون نیستش که من دارم میگم، برعکس، یعنی حس بدی هم میگرفت و خودش اعتماد به نفسش پایین تر میومد و اینا. بالاخره من یه جا اینو فهمیدم، بعد مثلا 6 7 ماه فهمیدم که نباید من این کارو بکنم و واقعا هم نکردم. سعی کردم که توی اون یکی مسیری که مد نظر خودش بود و میخواست انجامش بده اون رو حالا حمایت بکنم. حالا نتیجهش خیلی مهم نیست، ولی من این کارو کردم و این خیلی بده. آدم واقعا اون لحظه ممکنه فکر کنه که نه این درسته، این چیزی که من فکر می‌کنم درسته، ولی واقعیت اینه که بعد از یه مدت آدم ممکنه بفهمه که نه آقا من دارم اینو بر اساس تجربیات خودم، بر اساس حالا اون ویژگی‌هایی که دارم میزنم، من این مسیر رو رفتم جواب داد. اصلا اون مقدمه که چیدم بر مبنای همین چیزا بود. من به عینه دیدم که اون مسیر برای من جواب داد، لزوما برای هر انسان دیگه‌ای که جواب نمیده. آدم‌ها متفاوتن، هر کسی باید مسیر منحصر به فرد خودش رو پیدا کنه. دقیقاً. حالا چند تا پیشنهاد هست برای نصیحت کردن که ما چه جوری میتونیم این کارو انجام بدیم. اول میگن نصیحت خودتون رو، اگر کسی ازتون نصیحت خواست، نصیحت خودتون رو با قضاوت مثبت یه جوری متعادل بکنید. یعنی چی؟ یعنی که اگر من میخوام مثلا برم پادکست بزنم و میام به دوستم معرفی میکنم که میخوام این کارو بکنم، حالا ایده رو بهشون میگم، به جای اینکه میگن نه بابا تو صدات خوب نیست و کی تصویر تو رو میتونه تحمل بکنه، اصلا چه حرفی داری برای گفتن، بیایم راه حل مثلا پیش پاش بزنیم، بگیم آره این هست ولی شاید بعد روی گفتارت کار بکنی، این کلاس ها وجود داره، این مثلا هست، این کتاب ها رو شاید بخونی و بعد مثلا بخونی یه زیاد بگیری و توی این کتاب ها مثلا میتونه بهت کمک بکنه، یا نکات مثبتی که داره مثلا طرف رو بهش اشاره بکنی که مثلا آره تو ادیت ویدیوت خیلی خوبه، میتونی یه چیز جلوتر بیفتی به خاطر اون حالا توانایی مثلا تجربه توی دلیمم توی نمودی صحبت بکنم. اینا رو اگر که همونطوری که تو گفتی اگه اون بهت شخص من ولی نظر از یه جنبه دیگه به این نگاه، به جای اینکه طرف حرفی درسته یا سعی کنی طرفو کمکش بکنی که بخواد راهی که میخواد بیفته بیفته. دومین چیزی که قبل از اجازه دادن اجازه بگیریم. اینو خیلی وقت انجام نمیدیم، گفتش که فقط بپرسیم که اومدی اجازه است من بگم. گفتش که در اکثر مواقع وقتی که از طرف اجازه میگیریم کنترل رو میدیم که توی این گفتگو که از شرکت بکنه، برای همین راحت‌تر و خیلی مثبت برمی‌گردد به عنوان یک کمک به شما.
قدرت شنیدن. این که من خودم اینجوری هم یکی اگه در بکنه سریع فکرم میره به این که یه راه حل براش بذارم از این چند با راه حل پیشنهاد دادن درش بیارم. ولی خب هم دارم همین رو مثلا کتاب میخونم یا میخونم یا مثلا پادکست میبینم که آقا نه فقط تو اگه یه حالت مثلا مترسک بشینی اونجا فقط گوش بدی آره نه اینا بگی سر تو تکون بدی به مراتب بهتر و بیشتر به طرف حال میشه یا آرومش میکنی مثلا اون شرایطشون احتیام میبخشی که خب سخته من هی میخوام مثلا اگه تو ندونی فکر میکنی که خیلی عقب خیلی عقب افتادی یه نظر شروع به اون نصیحت کردن از کردن از هوا چیزایی که اصلا چی چی نمیدونی. فرض کنیم ببینیم نمیدونیم ما اصلا نمیدونیم اپیزود رفتیم قبلا وقتی یه نفر یه نظری از شما میخواد نترسیدین که بگید خیلی تره تون که بخواید چرت از روی باد هوا هم سر هم تو سر هم بیاد از این کار انجام و اینم نکته سوم و آخر بود. خیلی ممنون خیلی خوب بود ولی جالبه خیلی دل هم توی اینستاگرام این یه فشار مخاطبی که روی میذارن کسایی که سر جایی هستن. اینو شنیدی که میگن تو که جوونی نمیفهمی من تجربت تجربه شد مثل من چوبه به حرف منم سمین تو بودم اینجا چهار تا پیرن بیشتر اون آدمم این آدمم میدونی بند گناهی نداره اونم بچه بودم نصیحتش کرده مسئولشون اصلا بزرگ شدن بعد اون بچه‌ها رو خالی کنم اونجا حالا با لفظ ولی بالاخره من میگم یک ساعت من میگم برایش دیگه کروش دیگه از روها نه اونا خودش رو اونا خودش رو لازم شد طالب نداری میخواستم ویدیو رو ببینیم کامنت اینا بخونم یا البته جالبام زیاد نیست کامنت از توییتر استاد روجی استاد روجی که برام فرستاد توییتر 6 اول پادکست رو پست کردم اینجوری دادم که وات فاک
یعنی 200 یعنی 200 200 قسمت 40 قسمت 40 تا فکر گفتم هر گفته که دو گفته که دو دو سه تا پشت دو سه تا پشت هم کم 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 درگیر کم درگیر موضوعات چون همینجوری یکی از آخر تا امروز که تاشو در آورد تاشو در آورد بابت جاوات جاج اول بعضی موقع اصابم ولی بازم آره اون یه تو حالا فکرم ایمان هفته ایمان هفته توییت زد در مورد خانوادگی از ایک و نمیدونم پست و اینا شانس نمیدونم کمی جزوه نوای نوای بود که میزد پادکست شامل اعضا و خانواده ایمان جانه اونقدر توی پادکست از خانواده هم شد از کارون بعد منو برد توی پارکی یه شیشه پشت بوته بعد گلف ولی خیلی حال داد من اینجا دارم باز می‌ذارم خوش میاد 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 خو
یعنی گول تکسیبیر نخورید. ولی من حالا چیزو شخصی خود شخصی خودش اینا چرا مهمه؟ دلیل چرا مهم شده؟ اینا چیزی چون بازیگر بازی من صدا آره چرا خبر مهمه؟ بازیگر بالاخره مشهور آدم چی شده، ولی اینکه ولی یه خبرنگار میاد خودش در خبرنگار واقعیت تمام دیگه. یه جوری هم نسبت به این جور هم بیاین واقعیت زندگی شخصی خودش خودشون مثلا به اشتباه زده بودن که آره من ساختم آماده میشم واسه این عمل، یه مدت هم تو اوج شدم و اینا، حالا نمیدونم چه درست گفتن اینا یا درست نبوده و اسمم سحر از این دوباره سحر اسمم صدا بزنین و دروغ بوده دیگه. اطلاعات عجیب باید مراقب باشی که چه اطلاعاتی در اطلاعاتی در کجا و کجا ساعت و صبحش رو چک می‌کنی. درسته؟ دکمه‌مونو می‌زنی؟ خیلی خوب ما توی تمام فضای مجازی اسم پادکست توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که می‌خواید با ما ارتباط بگیرید که می‌تونید اونجا برام پیام بفرستید، ما می‌ریم و پنج شنبه با اپیزود کوروش برمی‌گردیم. خدافظ.